حالا به این سوال چیه سر پنالتی که واسه رال گرفته شد اول شما دو تا نظرت به نظرتون نه پنالتی بود نبود چقدر بود درست بود پنالتی گرفتنش اول از مورد زاشی رو کنیم سافت سافت یعنی چی یعنی يعني... خیلی زور داشت دیگه پنالتی گرفتنش آه. تو چی میگی آراد نظرت خاصی نداری؟ چرا خیلی نظر رو به خاصی دارم یکی <applause> اولیش این که خب از نظر تئوری شرایط یک پنالتی رو داشت ولی خب یه چندتا نکته در عمل که این که نیروی افی که به آقای راموس وارد شد در جهت روی دروازه بود ایشون در جهت پشت بداره. اون وحشی جزدنه و اینکه من نا به عنوان کسی که مکانیک کنه خیلی ناراحت شدم که تا این حد زیر سوال برد آقای راموس و خیلی مسخره بود دیگه خیلی مسخره بود حالا اینکه جلوی بارساییه که خب حالا داستان داشته همیشه خب شاید برای بعضی لذت بخش باشه یادآور بازی با چلسی بشه یه حالی بیان هم مثلا هواداری چلسی ولی خب خیلی مسخره ببین از اگه تکس بکی اگه بخوای نگاه کنی مطابق نص سریع قوانین که پنالتی بوده اون قطعا شکی توش نیست ولی اولا چند تا نکته یکی این که دوکی گفتی راموس قطعا دایو زد اصلا واضح بود داره دایو میزنه حتی اصلا با مک یعنی اون لحظه ای که پیرنش رو کشید هم خودش رو ننداخت با مکس دقیقا خودش رو انداخت وایستاد ببینه به توب میرسه یا نه بعدش افتاد رو زمین اینم که قطعا درست آم... از موقعی که وار وارد لالیگا شده تا بازی ال کلاسیکو 815 تا بازی توی لالیگا انجام شده این خطای پنالتی به خاطر کشیدن پیرن توی محوطه جریمه چهارمین خطای پنالتی بوده که به این خاطر گرفته شده خب این توی 815 تا بازی فقط چهار بار به خاطر کشیدن پیرنه یه بازی کن خطای پنالتی گرفته شد و سه بار قبلی هم هر سه تاش توی فصل اولی بوده که وار اومده الان این فصل سه بومیه که داریم بازی میکن. یعنی توی فصل, فصل پیش هیچ خطای پنالتی به خاطر صرف کشیدن پیرنه بازی کن گرفته نشد چیزی که اذیت میکنه و مثلا من حواد داره بارس و عقدن راجبش ناراحت باشن اینه که یه, چ... یه... یه،, یه،, قسمت داوری اون قسمت اون نسته سری قوانینه یه قسمتش هم اون کانسیستنسیه اون یک سام بودن تصمیم گیری توی طول بازی مختلف در حین لیگ، در حین برگزار لیگه و خب این قطعا اون کانسیستنسیه نداشته تو طول بازی مختلف دقیقا همینطوره دیگه این مثلا توی توی بتی سیامه اعتراض کرده بودن عین همین صحنه رو برشون پنالتی نگرفته بود دقیقا و میگم این که چند بار به خاطر این موضوع پنالتی گرفته شده از وقتی وان اومده خودش نشون دهنده این موضوع هست دقیقا و حالا من یه چیزی که فقط در دفاع از داور میخوام میگم یه کاری که راموس کردیم بود که اولا خودش رو معمولا بازی وقتی پرش نمی کشن خوش نمی دازن یکی این که خوش انداخت و کار دومی که کرد این بود که ازش داستان ساخت یعنی همین فقط به انداختن خودش بسنده نکرد پاشو شروع کرد داد زدن و دعوا کردن و برو صحنه رو ببین و میدونی یعنی یه چیز کرد داور رو مجبور کرد فورس کرد به این سمت که بره صحنه رو چک کنه و خب وقتی توی یه همچین صحنه داور میره یعنی اون لحظه که رف پای دوربین داور پای اسکرین پای تلویزیون که صحنه رو ببینه من مطمئن بودم که پنالتی میگیره اونجا خیالا رو حدود که پنالتی میگیره این که تونستین داستان رو بسازه که داور مجبور کنه بره اون صحنه رو ببینه دوباره اینم کار خود راموز بگو نقطه باید. مقابلش هم چیز دیگه من یاد اون صحنه بازی دورتون بایرن میافتم که هیچی نگفتن آره عقل عقل نقطه نمی. مقابل خیلی هم نز... مثال خیلی نزدیکه خیلی هم دور نباید بریم همین سه ماه دو ماه سه ماه پیش آره و پس دقیقا اینم یه موضوع خیلی مهم بود که بعد یادمون باشه و پنالتی قانونن درست بود اینو هیچکس نمیتونه کتلمان این دقیقا نکته درست اشاره کردی که سوال این نیست که آیا پنالتی بود یا نه اگه بخوای برای قوانین بری جلو و نگاه کنی به صحنه باید بگی بود ولی مشکل نه که دقیقا همین که گفتی چقدر احتمال داره که این صحنه رو بگی یعنی هر کاری هم بخوان بکنن تهش یک میزانی از سابجکتیو بودن هست توی تصمیمات داوری و حالا اینکه این سابجکتی بودنه سابجکتی یعنی يعني... این نظر شخصی آره نظر شخصی توش تاثیر داره حالا این اعمال نظر شخصی معمولا به کدوم سمته و حالا بر... تو یعنی میتونی اوریج میانگین اینکه این اعمال نظر شخصی به کدوم سمت باعث میشه که این صحنه پنالتی گرفته بشه یا نشه نگاه کنی و بعد نگاه کنی که او این صحنه برای تیم ما انقدر فاصله داشت به اون میانگین تصمیمات یعنی دقیقا. سوالی نکته که داره نکته نیست که آیا پنالتی برای همون اون اول که پرسیدم من نمیتونستم بگم نبود به خاطر اینکه در نهایت اگه بخواید دقیقا اون که گفتی تکس بوک اگه بخوای نگاه کنی بود یا میگی بود باید بگی بوده آره و یه نکته دیگه ای هم که اضافه بر اینا که خب این قانون پیرن کشیدن توی محبت جریمه مثلا پنات این از قبل هم بوده چیز جدیدی نیست وار کمک میکنه چون که وار،, وار, اصلا چیه؟ وار یه ابزاره واسه داور که بتونه سحنه ها رو دقیق تر ببینه هیچ چیزی جز نیست خب خودش که تصمیم گیری نمیکنه. که فقط کمک کنه به داور باستن که سحنه ها رو دقیق تر ببینه من اینو تال چند بار گفتم قوانین داوری که الان داریم مناسب نیست واسه دقتی که وار داره توی دیدن صحنه ها میده به داور یعنی باعث میشه باعث بزرگ نمایی یک سری خطا میشه مثال واضحش آفساید های مختلفی که گرفته میشه امروز یه صحنه بود همین امروز که داریم می کنیم یه بازی بین ویار آلجلوی کادیز یه آفساید خیلی مسخره گرفت از بازی کنای کادیز فکر کنم ا میشه یه ماف عجیب اصلا یا وان که توی بازی پول برتون گرفت از مانه این این دقتی که الان وار داده به داور مناسب قوانینی که الان وجود داره نیست. این قوانین رو باید تغییر بده یه مثالی گشم دوباره همین همین پنالتی راموس اگه وار نبود خب داور هیچ وقت اون صحنهر نمیدید نمیتونست پنالتی بگیره من برای همین یعنی قوانین بعد عوض شه با توجه به ورود این باید. Technology at Jack Defoot.